از نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی عرض درود و سلام و احترام خدمت هیکایک بینندگان گرامی. در روز سه‌شنبه 19 دسامبر برابر با 28 آذر ماه در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باورها پیرامون مسئله سیاستمدار حرفه‌ای و سیاستمدار تفننی، بحث مربوط به صلاحیت، شایستگی و توانایی. پرداختیم به مسئله مشروعیت و مشروعیت سنتی. این مشروعیت سنتی رو با مبنایی از رساله و مقالاتی پیرامون پرداختن به نهاد پادشاهی پیگیری کردیم. امروز هم ادامه خواهیم داد. در آینده به بحث ولایت فقیه هم خواهیم رسید، به دلیل اینکه این مشروعیت ها در درون جامعه ما در دورانی حکومت ها رو به دست داشتن و نیاز هست با بازشناسی اونها برای آینده طرحی مناسب آینده و مردم ایران ریخته بشه. لذا این بحث ها رو پیگیری میکنیم، از ریشه های اون آسیب شناسی میکنیم و برای آینده طرحی خواهیم داشت، طرحی که از ذهن مردم بیرون میاد در درون دموکراسی ها متناسب با ارزش های روز. ما در بحث پادشاهی با مبنای اندیشه های تاماس پین، دیوید هیوم و دیگران همچون آیمن کرولسون رسیدیم به این مسئله که مبنای قدرت گرفتن در نهاد پادشاهی زور، غلبه و تصرف حکومت ها بوده. شما به همه نظام های پادشاهی کلاسیک و گذشته نگاه بکنید میبینید قبیله‌ای به تنها یا با ائتلاف یا اتحاد با دیگر قبایل توانسته یک حکومت مستقر رو از بین ببره و خود قدرت رو کسب بود. مبنای اونها زور بوده. و در این میان به یک بحث مهمتری هم رسیدیم و آن این که مشروعیتی که حاصل میشه در ابتدا با زوره، اما به مرور زمان این زور تبدیل میشه به نوعی مشروعیت ذهنی و فکری. یعنی مردم در درون جامعه به مرور زمان به دلایل متعددی که حالا ذکر خواهیم کرد تن میدن به یک رژیمی که یا یک حکومتی که با زور آمد. شما اگر به گذشته مراجعه بکنید میبینید زمانی که ایران توسط اعراب مسلمان فتح شد، خب در همان ابتدا جنگ هایی رخ داد، یک نظام پادشاهی به نام ساسانی از بین رفت، نه یک شبه، نه یک ساله، بلکه به مرور زمان با تصرفات مسلمانان آن نظام دیگر از بین رفت و نظام اسلامی مستقر شد. این نظام در ابتدا با مشکلاتی برای مشروعیت مواجه شد، به همین دلیل مردم مقاومت میکردن، میجنگیدن، سر به شورش برمیداشتن. اما به مرور زمان هم سعی میکنه علاوه بر مسئله زور از مسئله مشروعیت هم استفاده ببره، یعنی سعی کنه مردم رو با یک هویت جدید پیوند بده، مردم احساس کنن با اون هویت هویت پیدا میکنن. یعنی اگر ما در دوران ساسانیان با یک هویت ایران باستان زندگی میکردیم، با فتح ایران عناصر هویت ساز متفاوت شدن، یعنی دیگه دین زرتشت ملاک نبود، دین اسلام ملاک شد، دیگر پادشاه نداریم، خلیفه داریم، دیگر احکام ما منبعث از اراده پادشاه نیست بلکه منبعث از اراده الهی است که در قرآن و سنت رسول آمده. بنابراین ما دیگه هویت ایرانی رو از دست میدیم، هویت اسلامی پیدا میکنیم. این تعویض هویت آسان نیست. عناصر مختلفی هم از نظر ساختاری هم از نظر روانی بر ذهن مردم مؤثر تا بتونه اونها رو با هویت جدید پیوند بزن.
ما در برنامه‌های گذشته سعی کردیم اندکی به این مسائل بپردازیم، اما این تفکر که هویت‌های جدید چگونه تثبیت میشن فقط در ذهن غربیان نبوده، در جهان اسلام هم کسانی بودند که به این مسئله تفتون داشتن. یکی از اونها ابن خلدون در قرن 14 هم، یعنی نزدیک به 300-400 سال قبل از هیوم، تاماس پین، آیوان کارلسون، او هم نشان میده چگونه مردم در درون یک جامعه وقتی سرزمین اونها توسط رژیم یا حکومت‌های دیگر فتح میشه، آرام آرام هویت‌های خودشون رو از دست میدن. ببینیم ابن خلدون چه میگه در مقدمه تاریخ خودش در جلد اول در فصل 23. عنوان فصل اینه: در اینکه قوم مغلوب همواره شیفته تقلید از شعائر و آداب و طرز لباس و مذهب و دیگر عادات و رسوم ملت غالب است. در واقع این بسیار به ما کمک میکنه که وقتی روحانیون یا متولیان دین به ما میگن ما این هویت اسلامی رو با رغبت پذیرفتیم چون مبتنی بر عقلانیت بود، مبتنی بر درستی بود، اگر به سوابقش نگاه نکنیم فریب خواهیم خورد که آیا واقعا اسلام توانست خود رو از طریق منطقی عقلایی هویتش رو به من تحمیل کنه. این مسئله هویت بحث بسیار مهمی است. امروز در جهان مدرن هویت مدرن خودش رو با شمشیر به ما تحمیل نمی‌کنه. این جنبه تحمیلی برگرفته از یه منطق خاصی است، حالا از طریق رسانه‌ها و فشارهای بسیار زیاد به مردم داده میشه، نخبگان اون رو تئوریزه میکنن تا یک انسان بدونه که هویت خودش رو چگونه باید پیدا بکنه. یعنی اگر تا دیروز من زن مؤمن بودم، زنی بودم که در درون یک سنت خاص مسئولیت من آوردن فرزند بود، تابع شوهر بودم، هرچه پدرم میگفت قبول میکردم، آیا زن مدرن این ویژگی ها رو میپذیره؟ آیا یک هویت جدید رو نمیخواد؟ نمیخواد در اجتماع مشارکت بکنه؟ نمیخواد وارد دانشگاه بشه؟ نمیخواد همسر خودش رو انتخاب بکنه؟ طرز لباس و پوشیدن پوشش خودش رو برگزینه؟ عناصر هویتی این گونه هستن. یعنی در جامعه سنتی یه ارزش‌هایی به افراد داده میشه که زن سنتی این گونه است. اگر شما اون رو رعایت نکنید، در درون اون سنت نهادهایی وجود داره، اشخاصی وجود دارن که در برابر شما میستن، از پدر خانواده بگیرید تا برادر خانواده، کت خدای ده و همینطور مراجع دینی و میره بالاتر تا مراجع حکومتی. اونها شما رو موظف میکنن که همانند یک زن سنتی زندگی بکنید. سنت 2000 ساله ما این بوده، قبیله ما اینطوری بوده که زنان اینجوری باشن. اما اون زن سنتی وقتی امروز ارزش‌های مدرن رو میبینه، متوجه میشه که یک نحوه زیست دیگری وجود داره که مطلوبه. در اون نحوه زیست زنان توانستن وارد دانشگاه بشن، همسران خودشون انتخاب کنن، طرز پوشش خودشون رو، مدارج ترقی از نظر علمی و اجتماعی رو طی بکنن، حتی مقامی بالاتر از کت خدای ده کسب کنن، رئیس جمهوری مملکت بشن، صدر اعظم یه مملکت بشن، استاد دانشگاه بشن. از طبیعی است که عناصر هویتی جدید به ما کمک میکنه که یک بار در مورد اون عناصر گذشته تشکیک بکنیم، سوال کنیم. شاید بسیاری از اون مبانی هویتی گذشته ما غلط بوده. همین دلیلی که عناصر هویتی یک سیر تحول و تطور دارن. زن 1000 سال قبل با زن امروز متفاوته. انسان اجتماعی 1000 سال قبل با انسان اجتماعی امروز متفاوته. امروز مفهوم شهروندی وجود داره. 1000 سال قبل در ایران امت معنا داشت.
چون سیستم هویتش رو از دین میگرفت، دین هم هویتش رو به اشخاص وقتی میده به عنوان یک مرد مسلمان میده، به عنوان یک زن مسلمان میده. نهادهای اجتماعی با قوانین شرعی اداره میشن. وقتی ما مسلمانان با هم جمع میشیم، یعنی اون هویت فردی تبدیل میشه به هویت کلان، میشیم امت. قبل از اسلام چگونه بود؟ خب شما در درون یک سرزمین با یک نژاد، با یک زبان، حالا هر کدوم از اینا تو قابل تشکیکه که اصلا ما نژاد خالصی نداریم، زبان خالصی نداریم، همینا در هم ادغام شده، مختلطه. ولی فرض بر این بود که ما یه تاریخی داریم، اسطوره‌ای داریم، سرزمینی داریم، یک دین خاص خودمون رو داریم و ما تبدیل شدیم به ملت. یعنی هویت انفرادی در درون یک هویت کلان تبدیل میشد به ملت. حالا ناسیونالیسم مفهومی است بسیار جدیدتر، نه مربوط به ایران باستان. ما برای فهم داریم عرض میکنیم، یعنی ملت در برابر امت. امت کلان هویتی است که از دل دین بیرون میاد، ملت کلان هویتی است که از درون خواستگاهی مثل سرزمین، نژاد، زبان، تاریخ، اسطوره و فرهنگ بیرون میاد. یعنی مقصودم اینه که وقتی ما عناصر هویتی رو از هر کجا میگیریم، همانی میشویم که اون ایدئولوژی، اون گفتمان یا اون تفکر میخواد. من وقتی عنصر هویتی ما از دین میگیرم، منو به عنوان مسلمان میشناسن، مؤمن میشناسن، امت میشناسن. اگر عنصر هویتیم رو از ارزش‌های مدرن بگیرم، من رو به عنوان شهروند میشناسن. در قالب شهروندی میتونم هر عقیده‌ای داشته باشم، اعتقادی داشته باشم، سبک زندگیم رو اختیار بکنم. خب ابن خلدون چه میگه؟ ریشه این مسئله رو برای ما تا حدودی روشن میکنه که مردم چگونه برخی عناصر هویتی خودشون رو میگیرن. عنوان بر اینه که وقتی گروهی بر سرزمینی دست پیدا میکنن، عناصر هویتی رو به مردم تحمیل میکنن یا مردم رغبتی دارن در پذیرش اون عناصر هویتی، و دلیلش رو ابن خلدون میگه. خب ببینیم شو چه میگه. زیرا در نهاد انسان همواره اعتقاد به کمال و برتری قوم پیروزی که ملت شکست خورده را مسخر خود میسازد حاصل میشود. یعنی میگه انسان ها نهادن همیشه غبطه میخورند بر کسانی که قدرت فائقه دارن. همیشه ما دوست داریم مثل پهلوان ها باشیم. برای اینکه بفهمیم پهلوان ها چگونه رفتار کردن، چگونه موفق شدن، سعی میکنیم روش زندگی اونا رو پی بگیریم، حتی اسممون رو هم مثل اونا بکنیم. شما دیدید بعضا این کودکانی که بازی های انجام میدن مثل فوتبال، لباس مثلا فلان بازیکن فوتبال رو میپوشن، نحوه شادی پس از گلشون رو هم شبیه به اون میکنن، یا موی سرشون رو هم شبیه اون بازیکن فوتبال میکنن. یعنی از نظر روانی انسان ها احساس میکنن که اگر من سبک زندگی او رو انتخاب کنم، من مثل او میشم. اگر نحوه پوشش خودم، حتی اسم خودم یا برخی از القاب و عناوین رو اختیار بکنم، مثل همان انسان موفق میشم. نوز عقبتر اگه بریم میبینیم این برآمده از نوعی تفکر انسانهای اولیه است که به جادوی سرایتی باور داشتن. یعنی اگر ما کاری بکنیم، پیامد اون چه خوب و بد به دیگری خواهد رسید. بنابراین شبیه سازی میکردن، مثلا عروسکی رو در نظر میگرفتن، میگفتن این عروسک مثلا سلیمانی امیریه، برای اینکه به او آزار بدهیم سوزنی به او میزنیم، به این عروسک میزنیم، و این جادو انتقال پیدا میکنه به اون شخص، او هم آسیب خواهد دید. یا اگر میخواییم مثل او بشیم، نام او رو برمیگزینیم، یک لباسی از او خواهیم داشت، یک پارچه ای از مثلا البسه او رو میگیریم.
ابن خلدون صحبتش بر سر اینه، میگه انسان‌های شیفتگی نسبت به افراد برتر دارن، سعی میکنن اون افراد رو به عنوان کسانی که داره کمالی هستن به رسمیت بشناسن. و منشأ این اعتقاد یا رسوخ بزرگداشت و احترام قوم غالب در نهاد ملت مغلوب است و یا بدان سبب است که ملت مغلوب در فرمانبری خود از قوم پیروز دچار اشتباه می شوند. میگه یا اونها احساس میکنن که از این طریق میتونن راه رو ببرن و یا دچار اشتباه هستن، یعنی فکر میکنن که اونها دارای کمال ویژه‌ای هستن، اما علت اصلی تفوق و برتری اونها چیز دیگری بوده. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، فرض کنید مسلمانان مملکت ما رو فتح کردن، برگردیم به 1400 سال قبل، آیا دلیل پیروزی اونها اسلام بوده یا نه قدرت جنگاوری اونها بوده، قدرت فرماندهان نظامی اونها بوده، تشتت در بین فرماندهان ما بوده، سستی نیروهای ما بوده؟ وقتی ما فراموش بکنیم این مسئله رو، میگیم خب اونها وقتی پیروز شدن به دلیل این بوده که اعتقاد اونها اسلامی بوده. حالا اسلام هم تأثیر داره، بی تأثیر نیست، اما یکی از علت هاست. اسلام ایدئولوژی است که این جهادگران رو دور هم جمع میکنه، به اونها وعده پیروزی در این دنیا یا اون دنیا رو میده، درسته، اما بخشی از این پیروزی حاصل شرایطی است که در جبهه دیگر داره رخ میده، در جایی که ایرانیان دچار ضعفن، بین فرماندهانشون اختلاف وجود داره، ساختارهای سیاسی نیروهای جنگی رو حمایت نمیکنه. همین دلیله که در میدان جنگ شکست میخورن. میگن اسلام همیشه پیروز بود، خب در نبرد پواتیه از عبدالرحمن قافقی شکست با عبدالرحمن قافقی در برابر شارل مارتل شکست میخورد، پیروز میشد. اگر اسلام پیروزه، چگونه مغولان توانستن خلافت عباسی رو بردارن؟ این به این دلیل نیست که عقیده مغولان عقیده حق و درستی است. کسانی که نگاه اسلامی دارن میگن میدونی چرا پیروز شدیم؟ چون ایرانیان زمان ساسانیان عقاید باطل داشتن، پادشاهان ظالم داشتن، و ما چون خلفای عادل داشتیم و دینمون حق بود، ما پیروز شدیم. سوال اینجا پیش میاد که شما پس چگونه در بسیاری از جنگ ها شکست خوردید؟ چگونه این اسلام توسط مغولان خلافتش برچیده شد؟ پس ایدئولوژی یک بخش داستانه، بخش دیگر سازماندهی است، نیروست، استراتژی در میدان جنگ و خیلی امور دیگر. در مورد مسئله انقلاب هم همین، بخشش پیروزی های انقلابیون مربوط به نیروهای انقلابی است، بخش دیگر مربوط به رژیم مستقری است که ضعف داره، سستی داره. اینها دائما در حال کشاکش با همن، بحث حق و باطل مطرح نیست. اگر جمهوری اسلامی تا به امروز دوام آورده، به معنای نیست که اندیشاش حقه، نه خیر، به دلیل اینکه ساختارهای اپوزیسیون معیوبه، تشکیلات معیوبه. زمانی که این ضعف رو برطرف کنه، اون رژیم هم از بین خواهد رفت. این کشمکش ها ادامه داره، تک عاملی دیدن ما رو به خطا میندازه. فرض کنید یک ولایی بگه میدونید چرا؟ چون آقای خامنه‌ای بر حقه، برای همین دشمنان نمیتونن بر او پیروز بشن. نه خیر، دلیل اینکه او دوام آورده به عوامل متعدد دیگری ربط داره، اما اونا میتونن ذهن ما رو به خطا ببرن. ابن خلدون داره اشاره میکنه، میگه انسانهایی که مغلوب شدن احساس میکردن که این ملت فاتح، این قوم فاتح یه ویژگی داره، یه ویژگی که میتونه بر اونها
برتری پیدا کنه. حالا برگردیم ببینیم اون ویژگی چیه. به همین دلیل به اون سلک و روش تن میدن. ببینیم ابن خلدون چه میگه. بدان سبب است که ملت مغلوب در فرمانبری خود از قوم پیروز دچار اشتباه میشود و به جای آن که این اطاعت را معلول غلبه طبیعی آن قوم بداند، آن را به کمال و برتری آنان نسبت میدهد. یعنی میگه ما نگاه نکردیم به خودمون ضعف داریم، احساس کردیم که این قوم مهاجم یه چیز ویژگی‌های خیلی عجیب و غریبی دارن که سبب شده بر ما برتری پیدا کنه. و هرگاه چون این پندار غلطی به قوم مغلوب دست دهد و مدتی بر آن ادامه دهد، سرانجام به اعتقادی مبدل می شود. پس در اکتساب کلیه آداب و شؤون قوم غالب می کوشد و به آنان تشبه می جوید. یکی پیروز که شدن باور می کنیم که اونها یه ویژگی خاصی دارن که ما نداریم، بنابراین سعی میکنیم مثل اونا بشیم. یعنی فکر میکنیم اسلام سبب پیروزیشونه، تن دادن به نظام خلافت سبب پیروزیشونه، رفتارهای شرعی دلیل پیروزیشونه. بنابراین آرام آرام میپذیریم اون سبک زندگی رو. و معنی اقتدار و پیروی همین است. یعنی مشروعیتی که ما داریم در موردش بحث میکنیم همون چیزی که اندیشمندان دیگر گفتن که روز اول یک حاکمی با غلبه و زور میاد، اما به مرور به مردم میقبولانه که دلیل پیروزی من اینه که خدا با منه، ایدئولوژی من حقه، بنابراین مثل من زندگی بکنید، برای اینکه بزرگ بشید مثل ما باشید. یا اینکه منشأ تقلید از قوم فاتح این است و خدا داناتر است که ملت شکست خورده پیروزی غلبه جویان را از عصبیت یا قدرت و دلاوری آنها نمی داند، بلکه گمان می کند این غلبه در پرتو عادات و رسوم و شیوه های زندگی آن قوم حاصل آمده است. در واقع این نکته که ابن خلدون میگه اساس بنیادگرایی هم هست. این حرف داخل حرف میاد ولی بسیار اهمیت داره. شما وقتی میخواید پدیده بنیادگرایی اسلامی رو فهم کنید که چگونه گروه هایی مثل داعش، طالبان، اخوان المسلمین ها و گروه های دیگر رشد میکنن، باید کمی به عقب برگردید و دلیل رشد اونها رو از نخبگان اونها ببینید. یعنی کسانی که به مرور زمان به دلیل ضعف جامعه خودشون سعی میکنن نشان بدن که این ضعف حاصل دور شدن از نحوه زندگی و شیوه زندگی ما مسلمانانه. یعنی ما مسلمانان روزگاری وقتی به سنت پیامبر زندگی میکردیم، امور اجتماعی ما برگرفته از اندیشه های صدر اسلام بود، موفق بودیم. شما به تاریخ صدر اسلام نگاه بکنید، ما توانستیم امپراتوری ایران و روم و یمن و مصر و همه رو بندازیم کنار. خب یه ویژگی داشتیم که این کارو کردیم، اون سبک زندگی ما بود، شیوه زندگی ما بود، شیوهی که در اون خدا مد نظر بود، رسول مد نظر بود، احکام دین مطمع نظر بود. اما به مرور زمان غرق شدیم، منحرف شدیم توسط ارزش‌هایی که غرب به ما ارائه کرد. به ما گفت مسلمانی زندگی نکن، بیا مدرن زندگی کن، قرآن دستت نگیر، بیا تلویزیون نگاه بکن، زنانت رو آنگونه تربیت نکن که در جهان غرب هست، احکام و قوانین کشورت رو با خرد جمعی تنظیم نکن، برگرفته از همون تفکر و حکمت خداوند باشه، نحوه زیست رسولانه باشه. اینا باعث شد که ما ضعیف شدیم و جهان غرب پیش رفت. خب ایدئولوگ های بنیادگرایان وقتی انحراف رو حاصل
نحوه زیست بدونن، میان برمیگردن به بنیانهای خودشون. بنیادگرایی یعنی بازگشت به بنیاد. بنیاد اسلام چیست؟ قرآن، سنت. و سنت در تاریخ، در روایات، در کتب تفسیری متقدمینه، یعنی همان سلف صالحه، در میان شیعیان امامان شیعه، یعنی اونها دلایل عقب ماندگی خودشون رو دوری از تعالیم میبینن، همان شیوهی که روزی اونها رو به قدرت رساند. روی دیگر این سکه هم باستانگرایان خودمونن، یعنی کسانی که فکر میکنن اگر ایران امروز انقدر ضعیفه به دلیل دوری از اون تعالیمی است که در ایران باستان بود. روزگاری ما یونان رو فتح کردیم، بارها امپراتوری روم رو شکست دادیم، سرحدات مملکت ما به کجا و کجا میرسی. بنابراین باید برگردیم به اون دوران، اونم یه نوع بنیادگرایی است، یعنی بازگشت به بنیانهایی که زمانی سبب تفوق و برتری ما. اما هر دو بر خطا هستند، به دلیل اینکه ایران 2000 سال قبل بنابر مقتضیات آن زمان دارای قدرت بود، یعنی اگر شرایط گونه دیگری بود داستان متفاوت بود. اسلام در اون زمان دارای قدرت بود، ولی امروز نمیتونه اسباب قدرت خودش رو در راستای اون جهاد و جهادگری و اینها نشان بده. نه، امروز علم تعیین کننده است، اقتصاد تعیین کننده است. بسیاری از مناسبت‌های متعدد فکری، عملی، اجتماعی و اقتصادی تعیین کننده است. ابزار تکنولوژیک تعیین کننده است. اگر ما مقتضیات زمان خودمون رو درک نکنیم دچار خطا خواهیم بود. نمیشه با روش پیشینیان زندگی کرد. اونها در زمانی زندگی میکردن که ممکنه عناصری سبب برتریشون بوده باشه، ولی امروز جواب نده. مکیاولی خب میدونیم یک سیاستمداری بود، ماموریت‌های سیاسی داشت، به دربار فرانسه میرفت، به دربار پادشاهان مختلف در امپراتوری های مختلف میرفت، در درون ایتالیا دولت شهرهایی که بودن، شهریارانی که داشت اونجا میرفت. مکیاولی تعبیر جالبی داره، میگه من وقتی به این افراد نگاه میکردم، از سزار بورژیا گرفته، پاپ الکساندر گرفته و افراد مختلف، میدیدم که اینها در یک خطایی به سر میبرن و اون خطا اینه که کلن روش فکری و زندگیشون یکسانه، یعنی همون گونه که به قدرت میرسن همون گونه هم ادامه میدن. یعنی اگر راه رسیدن به قدرتش انعطاف بوده، در ادامه مسیر پادشاهیش رو هم با انعطاف جلو میره، در حالی که شرایط تغییر کرده. اگر رسیدن به قدرتش با شمشیر بوده، بعد از اینکه به قدرت میرسن میخواد با شمشیر ادامه بده، در حالی که اقتضای زمانی که هنوز قدرت نگرفتی با اقتضای زمانی که قدرت گرفتی متفاوته. شما وقتی یک انسانی هستید که پدر نشدی، نحوه زندگیتون متفاوته، روشتون با پدرتون با مادرتون متفاوته. وقتی پدر شدید روشتون با فرزند باید متفاوت بشه، این بابا جای پدر بشین. مکیاولی این تعبیر رو از حاکم سینا گرفت. وقتی به دربار او رفتید، او انسانی است که با شرایط مختلف خودش رو تطبیق میده و دلیل موفقیتش رو از او سوال میکنه. به او اشاره میکنه که من سعی نمیکنم زمان رو با خودم تطبیق بدم، بلکه خودم رو با زمان تطبیق میدم. نکته بسیار مهمی است. یعنی حاکمی که فکر نمی کنه که تمام شرایط جهان رو میتونه طبق میل خودش بکنه، اینکه باید یاد بگیره مناسبات جهانی چگونه است، خودش رو با اون تطبیق بده. مشکل ما با جمهوری اسلامی دقیقا همینه. یک نظامی با یک ایدئولوژی متحجر، عقب افتاده و ارتجاعی میخواد جهان رو با خودش تطبیق بده.
در حالی که الزامات جهان متفاوت شده. شما مردم امروز ایران رو نمیتونید به مثابه مؤمنان هزار سال قبل کوفه در نظر بگیری، اونا رو ببری به عهد علی در 1440 سال قبل. مردم نمیپذیرن، نمیخوان با اون سبک زندگی کنن. شما نمیتونید جامعه جهانی رو بر اساس مناسبات خلافت علی در کوفه تنظیم کنی، یکی رو قاسطین و یکی رو مارغین و گروه دیگری رو اهل خوارج نسبت بدی، ناکسین و گروه های دیگر نسبت بدی. نشدنی است. مشکل عمده رژیم های ایدئولوژیک همینه. حاکمانی دارن که اون ایدئولوژی دست و پای اونها رو میبنده، فکر اونها رو محدود میکنه. اونا یادشون میره جهان چگونه است، چگونه باید اداره بشه. میگن نه خیر، ما باید جهان رو به نفع خودمون تغییر بدیم. آیا شدنی است؟ مکیاولی به ما یاد میده نه خیر، نشدنی است. شاید سعی کنید اما شکست خواهید خورد. اقتضای امر سیاسی بر اینه که شما مردمتون رو نگاه بکنید، اگر ارزش هاشون تغییر کرده، مناسبات اجتماعی و سیاسیشون تغییر کرده، شما هم رژیم خودتون متصاب با مردم ارائه کنید. اگر مناسبات منطقه‌ای تغییر کرده، تغییر بدید. دیگه صدور انقلاب معنی نداره. کشورهای دیگه نمیشینن که شما بخواید صدور انقلاب کنید. دیگر اون دوران گذشته که یک عده‌ای افراد رو جمع کنید که تحت عنوان اسلام حمله کنیم به سرزمین‌های دیگر. نشدنی است. دیگر نمیتونید افرادی رو بفرستید در جای دیگری دست به ترور بزنن، جلو شما خواهند ایستاد. امروز در درون نظام بین الملل این گونه نیست که شما از در سفارت مردم برید بالا و بعد کشورهای دیگه با شما کار نداشته باشن. نه خیلی، تحریم خواهید شد. یواشکی دست به تولید انرژی هسته‌ای برای بمب اتمی بزنید بعد با شما کار نداشته باشن. نشده نیست. ما تاوان این عدم تطبیق رو داریم میدیم دوستان. رژیمی که هیچ نسبتی با جهان امروز ما نداره، نه از بعد ارزش‌های مردم در درون، نه نسبت مناسبات بین الملل. یک رژیم متحجر عقب افتاده که نسبت و مناسبتش مال 1400 سال قبل. این رژیم برای اون مردم خوب بود، ما برای امروز مناسب نیست. همین دلیل مکیاولی اشاره میکنه حاکمانی که یک نواخت عمل میکنن و خودشون رو تطبیق نمیدن دچار خطا خواهند شد. سیاستمداری که روزی با زور قدرت رو گرفته، حالا که قدرت رو گرفتی باید کمی با مردم مدارا بکنی، چون باز شمشیر گذاشتن بر سر مردم سبب ساز انقلاب خواهند شد. یه جایی زور به کارت اومده، اما فکر نکن زور همیشه موفقیت برات میاره، یه جایی هم انعطاف نیازه. خب ادامه بدیم بحث آقای عبدالرحمن ابن خلدون رو. یا اینکه منشأ تقلید از قوم فاتح این است و خدا داناتر است که ملت شکست خورده پیروزی غلبه جویان را از عصبیت یا قدرت و دلاوری آنان نمی داند، بلکه گمان می کند این غلبه در پرتو عادات و رسوم و شیوه های زندگی آن قوم حاصل آمده است. گاهی هم در درون دین سفارش میشه. یعنی ما در روایت های متعددی داریم که پیامبر اسلام، امامان و خلفا مردم رو از رفتن به سراغ برخی علوم منع کردن، برخی روش زندگی منع کردن. شما اگر نگاه بکنید در بسیاری از این روایت ها اشاره میکنه که مثلا آخر الزمان یا انحطاط جامعه زمانی است که مثلا زنان بیرون از خانه میآیند، مردان این گونه رفتار میکنن، این نوع لباس رو میپوشن، یا محیط خانواده دگرگون میشه، جور دیگری میشه. در واقع میخوان به مردم بگن که سبک و شیوه زندگی سبب برتریه. شما فکر نکنید اگه لباس پوشیدنتون تغییر بکنه هیچ اهمیتی نداره. این تفکری که میبینید که نحوه پوشش اهمیت داره،
نوع غذاهای خاص اهمیت داره، برای اونها حلال و حرام در نظر گرفتن، برگرفته از یه سبک زندگی است که اون ایدئولوگ یا شارع سعی کرده مردم رو دعوت بکنه به این نحوه زیست. مسئول ابن خلدون هم همینه، یعنی ما فکر کنیم اونا این نحوه زندگیشون و شیوه هاشونه که سبب برتریشون شده. البته این نگاه منفی نیست، اما دلیل باید بیاریم. مثلا شما فرض کنید امروز در جهان غرب نحوه زندگی بر این است که علم کسب کنیم، دانش کسب کنیم، آیا این بده؟ نه، میبینیم جهان غرب به واسطه اهمیت به مراکز علمی توانسته پیشرفت کنه، اما دلیل پشتشه، یعنی نشون میده که بله با این دلایل هست که تولید ثروت میشه، تکنولوژی ایجاد میشه. پس این سبک و روش زندگی، روش زندگی مطلوبی است و میتونه به ما کمک. ما در برخی از سبک‌های زندگی اینطوری نیست. و این مورد نیز به همان وجه نخستین برمی‌گردد و به علت همین گونه اشتباهات می‌بینیم که قوم مغلوب خواه در نوع لباس و مرکوب و سلاح و خواه در چگونگی پوشیدن و به کار بردن و حتی شکل و رنگ آنها همواره از قوم پیروز تقلید می کند، بلکه در همه عادات و شؤون زندگی به آن قوم تشبه می جوید. حتی نام فرزندان رو سعی می کنیم محمد، علی، نمی دونم فلان بذاریم. دلیلش اینه که احساس می کنیم با یک نامگذاری داستان، یعنی اون حب و محبت و اخلاص مثلا به فرزند هم سرایت میکنه. و بلکه در همه عادات و شؤون زندگی به آن قوم تشبه میجویند و این خصوصیت را میتوانیم در مناسبات میان پسران و پدران ملاحظه کنیم که چگونه پسران همواره از پدران خود تقلید میکنند و خود را به آنان همانند میسازند و منشأ این جز این اعتقاد نیست که پسران به کمال پدران خود واقفند. یعنی پسر معتقده که پدرش در اوج کماله، بنابراین سعی میکنه به نحوی که پدرش کار میکنه، لباس میپوشه، با خانواده برخورد میکنه، او هم یاد بگیره. خب همچنین به هر کشور و شهری در نگریم خواهیم دید چگونه بیشتر مردم از طرز لباس و رفتار نگهبانان و سپاهیان و پادشاه تقلید می کنند، چه آنها را برخیش چیره می دانند. حتی اگر ملتی را در جوار ملت دیگر باشد و آن را بران همسایه غلبه و تسلط باشد، ملت همسایه ضعیف از این تشبه و اقتدا بهره بزرگی خواهد داشت، چنان که این وضع همکنون در میان مسلمانان اندلس صدق می کند و می بینیم اهالی آن کشور در طرز لباس و وسایل آرایش و زینت و بسیاری از عادات و احوال به ایشان تشبه می جویند و حتی در ترسیم تصاویر روی دیوارها و کاخها و منازل از آنان تقلید می کند، چونان که بیننده اگر با دیده حکمت بنگرد در میابد که این وضع علامت استیلا و غلبه است. در واقع امروز هم همینه، این بحث فرهنگ غرب و سلطه و استیلای فرهنگ غرب برگرفته از همین تفکره که کشورهای دیگر احساس میکنن که خب امریکا صنایع نظامی، صنایع مد، اساسا اینطور عنوان بکنی برتری داره، بنابراین ما هم از اون تقلید بکنیم، در زمینه موسیقی گرفته، طرز لباس گرفته، حتی نامهای جدیدی رو شما میبینید مثلا در خود ایران ما که دیگه نامها دیگه نامهای دینی و اسلامی نیستن، نامهایی هستن که طعنه میزنه به جهان مدرن و این حاصل همون تفکره که بسیاری از ما ایرانیان می نشینیم لباسی می پوشیم همانند لباس غربیان
حاصل همون تفکره. احساس میکنیم که اونها در نحوه زندگی و زیستشون یه ویژگیهایی دارن و این ویژگی‌ها سبب ساز قدرت اونها شده، بنابراین خودمون رو به اون روش در میاریم. البته اون استیلا در کنار خودش هم که تحمیل هایی هم برای ما میاره، زبان خودش رو تحمیل میکنه، سبک زندگیش رو تحمیل میکنه، از طریق رسانه ها، از طریق نخبگان، از طریق کتب و مجلات، تصاویر. و در واقع ابن خلدون داره میگه این حاصل همون غلبه و استیلاست. حالا شمشیر امروزه وجود نداره، ما رسانه ها به مسابقه شمشیر عمل میکنیم، به شکل بی سر و صدا و خاموش سبک زندگی خاصی رو به جامعه تحمیل میده. بازم عرض کردم هر کدام از اینا باید در جای خودش بررسی بشه، الزاما به این معنا نیست که هر ارزشی بد است، نه، اما ربط و نسبتی باید داشته باشه. بسیاری از ارزش‌های جهان غرب میتونه به دموکراسی کمک بکنه، خب اون رو میپذیریم، به تساهل کمک بکنه، به صلح، به مدارا، خب اون رو میپذیریم، به نحوه زندگی آرام، به آسایش ما، به آرامش ما. امروز همین وسایل ارتباطی که ایجاد شده که ما میتونیم با مردم صحبت کنیم، خب حاصل اندیشه های مدرنی است که در قالب مدرنیزاسیون تکنولوژی رو در اختیار ما قرار داده، ما با مردم خیلی راحت صحبت میکنیم، چیز بدی نیست، میشه در قبل اون با مردم صحبت کرد، دیدگاه ها رو منتشر کرد. اما گاهی اندیشه هایی وجود دارن، عقایدی وجود دارن که اینها مانع هستند با رسیدن به این ارزش های مدرن، ارزش های جدید. خب ایشون ادامه میده و در این باره باید در گفتار معروف عامه مردم بر دین پادشاهانند اندیشی، در واقع مقصودش همان تعبیر الناس علی دین ملوکهمه، یعنی مردم بر دین پادشاهانند، بر روش پادشاهان و عمرای خودشون هستند. نگاه میکنن پادشاهاشون چی فکر میکنن، اونا هم همون جوری سعی میکنن زندگی کنن، به چه دستور میدن مردم هم همون گونه خواهند. به همین دلیله که نخبگان اهمیت بسیار زیادی دارن، یعنی اگر جوان به انحراف میره، در درجه اول اون حاکمان و نخبگان تأثیر گذارن و بعد مردم. ماهی از سر گنده گردد نیز دوم، این تعبیر تا حدود بسیار زیادی درسته، هرچند مردم هم مسئولیت داره. اما وقتی نخبگان یک جامعه راه غلط رو تئوریزه میکنن، نشان میدن، تبیینش میکنن، خب مردم در دام میفتن، میگن آقا فلان دکتر داره همینه میگه، اون آقای مهندس، اون آقای فیلسوف، همشون دارن میگن که این ارزش ها خوبه. اما ما فراموش میکنیم که گاهی نخبگان در خدمت یه ایدئولوژی خاصی هن. اسلام نخبگان خودشو داره، روحانیت و مراجع تقلید و نواندیشان دینی و افراد دیگری که سعی میکنن اسلام رو شیرین بکنن، خوشنما بکنن، مدرن نشون بدن. وقتی رسانه ها هم در اختیارشونه، سبک زندگی و پوشش و همه چی در اختیارشونه، خب مردم هم به اونا نگاه میکنه. منظور از پادشاهان فقط صرف ولی فقیه نیست، پیرامون ولی فقیه هم شما افرادی رو میبینید در بیت رهبری گرفته تا نهادها مثل او رفتار میکنن. میخوام ببینه حضرت آقا چه میگه، ایشون هم همونجوری رفتار میکنه. نخبگان در تلویزیون های رژیم میشینن سبک زندگی اسلامی رو ترویج میکنن، یا آقا رو میارن با چهار تا خانوم کنارش، میگه اینا کی هستین، میگه همه همسران منن، هممون هم با هم راحتیم، در خانه زندگی میکنیم، یه اتاق رو دادم به سکینه، یکی رو دادم به رقیه، یکی رو دادم به انسیه، یکی دیگر رو دادم به اکرم، همه هم با هم خوبیم. بچه هاشو نشون میده، یه استودیوی تلویزیونی نمیشه جا بده، 50 تا بچه داره، میخواد سبک زندگی اسلامی رو نشون بده، بگه ببینید 4 نفر زن هم میشه با هم زندگی بکنن، کمتر میخوریم، کمتر میپوشیم، اما به سنت رسول الله پایبندیم، برید فرزند بیارید.
دیگه کاری نداشته باشید مدرسهشون چی میشه، شغلشون چی میشه. هر که دندان دهد نان هم میده، یعنی از خدا بخواید. سبک علوم اسلامی، کسانی میشینن از اقتصاد اسلامی مینویسن، سبک حکومت اسلامی مینویسن، دموکراسی مردم سالاری دینی میگن. مردم وقتی در اون فضا زندگی میکنن، در اون بمباران اطلاعاتی، خب فریفته میشن، نگاه میکنن هر کسی هست داره از همین سیستم دفاع میکنه. بنابراین ابن خلدون به این مسئله اشاره میکنه که این سیستم ها سعی میکنن سبک و روش خودشون رو به مردم تلقین بکنن، و مردم هم چون اینها رو دارای تفوق و برتری میدونن، میگن خب بسیار هم عالی، اینا رو الگوی خودمون قرار میدیم، سبک زندگی اونا رو اختیار میکنیم. زیرا پادشاه بر زیر دستان خیش تسلط دارد و رعیت به وی اقتدا میکنند، چه اعتقاد مردم به پادشاهان مانند عقیده پسران به پدران و شاگردان به معلمان است، و خدا دانا و حکیم است. در صفحه 281 و 282. مقصود ابن خلدون چه بود؟ خواستیم نشان بدیم که ابن خلدون هم همانند هیوم، همانند تاماس پین و همانند منصر اولسون به این مسئله اشاره داره که تاریخ جوامع به ما نشان داده تسلط یک اندیشه بد در ابتدا سخته. وقتی اون اندیشه قدرت گرفت، آرام آرام مردم به فضای استبداد عادت میکنن، به فضای موجود عادت میکنن. انسان ها در تطبیق دادن خودشون با شرایط ویژگی های بسیار خاصی دارن، و به همین دلیلی که اصلا ماندگار شدن، چه شرایط محیطی زیستی چه شرایط فکری. ویژگی های خاص خودشون رو در پیرامون تطبیق دادن با محیط های سیاسی. عجیب نیست شما مردمی رو میبینید با یک سابقه تاریخی درخشان که ناگهان اراذل و اوباش بر اونا حکومت میکنن. شما ولایت فقیه نگاه بکنید، واقعا این حکومت شایسته حکمرانی بر ایرانیانه؟ اساسا بر انسانها هست؟ چطوری تن میدیم به این سبک زندگی اینها، به روش اینها، به عقیده اینها؟ بخشش مربوط به ویژگی های انسان هاست که مکانیزم های خاص ذهنی برای تحمل بدترین وضعیت ها رو برای خودشون میسازن. تا تلنگری نخورن وضعیت رو تغییر نمیدن. مسئله هویت یک مسئله بسیار مهمه. وقتی صحبت از انقلاب میشه، فقط امر سیاسی نیست. انقلاب پاگذاشتن از یک دورانی به دوران دیگره که مناسباتش دگرگون شده. همین دلیل ما انقلاب علمی داریم، انقلاب صنعتی داریم، انقلاب تکنولوژی داریم. یعنی از یک دورانی یک گسستی، یک شکاف ایجاد میشه، وارد دوران دیگه میشیم. امروز مهمترین انقلابی که ما با اون روبرو هستیم انقلاب هویتی است، یعنی گسست از این هویت دینی که در دل خودش خرافات و تبعیض و جنایت و غارت و هر چیزی رو که بگید داره. آیا انسان مدرن حاضره با اون هویت زندگی بکنه؟ 50% جامعه که زنان ما هستن حاضرن با اون هویت دینی زندگی بکنن که فقط کافی چند روایت از اونها رو بخونی که واقعا مشمئز کننده؟ نگاهی که بزرگان اون دین نسبت به زنان دارن، نگاهی که بزرگان اون دین نسبت به دگراندیشان دارن، آیا با اون ایدئولوژی، با اون گفتمان، با اون دین میشه جامعه خوب ساخت؟
بنابراین باید در برابر اون هویت های کاذب و نامناسب انقلاب کرد. این انقلاب در فکر کار روشنگران و روشنفکران همینه که مناسبات جامعه رو بی پروا به نقد بکشن. آقا این مقدسات ماست کار نداشته باشیم، اون یکی سنت ماست کار نداشته باشیم، این آقا لباسش لباس پیامبر کار نداشته باشیم، اون آقا صندلیش صندلی پادشاهی کار نداشته باشیم. در جهان روشنفکری و روشنگری هیچ چیز مقدس و محترمی وجود نداره، فقط انسان محترم. ما اندیشه های رو میشه به نقد کشید، سبک زندگی رو میشه به نقد کشید. اگر نقدی نباشه شما نمیتونید طرح جدیدی ایجاد کنید. در جهان غرب سبک زندگی دینی مسیحی به نقد کشیده شد، زعامت و مشروعیت کلیسا به نقد کشیده شد و روز به روز انسان ها پیرامون خودشون رو به نقد کشیدن. در امریکا زمانی سیاهان هیچ نقشی نداشتن، رنگین پوستان نقشی نداشتن، امروز جامعه به سمتی رفته که همه رو در دارای چارچوب حقوقی جا داده. ما ایرانیان امروز وظیفه خیلی بیشتری دادیم، انقدر برای ما هویت‌های کاذب ساختن که گاهی این هویت‌ها دست نخوردنی‌اند، می‌ترسیم. نقد دین ترسناکه، نقد بنیان‌های سنتی ترسناکه. و یکی از مشکلات ما هم البته همینه، چون سنت قطوری داریم. ما کشوری از مهاجران 100 ساله نیستیم که تاریخشون رو در سرزمین مادری یا جای دیگری جا گذاشتن، حالا اومدن اینجا میخوان یک کشور جدیدی بسازن. شما به هر جای ایران نگاه بکنید، از ادبیات و هنر و دین و سیاستش صدها جلد کتاب میشه نوشت و انسانی هم که بخواد اونها رو مورد نقد قرار بده با انواع اتهامات روبرو میشه. همین دلیلی که خیلی از روشنفکران و روشنگران ما سکوت میکنن، حوصله دردسر ندارن. پاسداران هویت‌های کاذب به قدری زیاده که شما فقط کافی به دین حمله کنی، به سیاست حمله کنی، به هنجارهای اجتماعی حمله کنی که آقا ما این هنجار مناسب ما نیست، این حکومت مناسب ما نیست، این سبک زندگی مناسب ما نیست. هزاران پدر بلند میشن برای زدن گردن شما. خب عرضم تا اینجا تمام. در نوبت بعد ادامه خواهیم داد این بحث رو. امیدوارم این بحث ها مفید واقع بشه. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما باشیم، بدرود، موفق و پاینده باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمی‌تواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.